با ورود اعتصاب سراسری کامیونداران به دهمین روز که تأثیر مستقیمش کمبود فاحش سوخت و تشکیل صفهای طولانی پمپ بنزین بود و از آن سو اعتصاب کارگران راهن چندین استان در کنار اعتصابات روزمره و پراکنده صنفی دیگر، تجمعات اعتراضی و تظاهرات مردم به شهرهای بیشتری کشیده شده است. شهرهای شیراز، اهواز، اصفهان، شاهینشهر، نجف آباد، خمینیشهر، مشهد، ساری، کرج، زیباشهر، خرمدره، قرچک برامین، عراق و تهران شاهد تظاهرات پرشور مردم به پا خواسته است. سرکوبگران در برخی شهرها با گاز اشکاور به مردم حمله کردند و مردم نیز با سنگ به جان آنان افتاده و در برخی نقاط آنها را به عقب نشینی واداشتند. شعارها تماماً برای سرنگونی حکومت اسلامی است. در تهران طبق گزارشات انتشار یافته، بسیاری از میادین شهر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم محاصره شده تا به هر قیمتی جلوی تشکیل تجمعات و اعتراضات را بگیرند. اما تلاش آنان به جایی نرسیده و حداقل در میدان ولیعصر مردم تجمع کرده ولی حکومت شعار دادند: کاخ نشین، حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، روحانی حیا کن، مملکت رو رها کن، آخوند باید گم بشه، مرگ بر گرانی، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، دشمن ما همینجاست، همش میگن آمریکاست، توپ تان فشفشه، کل رژیم گم بشه، ایرانی داد بزن، حق تو فریاد بزن، نه شاه میخوایم نه ملا، قدرت به دست شورا، جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم، از جمله شعارهای مردم در تظاهراتهای چند روز اخیر بوده است. شرکت کنندگانش تظاهرات شیراز شعار میدادند: سرکوب اثر ندارد، سرکوب دیگر اثر ندارد. و این حقیقت مهمی است که دیگر هیچ درجه سرکوب و سبیتی مردم را به خانه نمی فرستند. اعتراضات سراسری و اعتصابات کارگری در حال گسترشند. شعارها تندتر می شود. درگیری با مزدوران جدیتر شده و شهرهای بیشتری بار دیگر به خیزش برمی خیزند و اعتراض خود را علیه گرانی و بیکاری، شکاف طبقاتی، تبعیض و نابرابری، بیحقوقی و حکومت اسلامی بیان می کنند. اگر در دیماه گذشته 100 شهر علیه گرانی و بیابی و بیبرقی و سرکوب و حقوق دموکراتیکشان به میدان آمدند، اما این بار ما شاهد پدیده تازه‌ای هستیم. تظاهرات همزمان اعتراضی و اعتصاب سراسری کامیونداران و درخواست شجاعانه اعتصابگران از کارگران و معلمان و دیگر اخشار به پیوستن به اعتراض و اعتصاب، نشان دهنده تجربه تازه‌ای از سال 96 است. تجربه دیماه 96 با 10 روز تظاهرات و خیابانی و جنگ خوریز، گرچه عامل فشار و استهلاک حکومت اسلامی بود، اما ثابت کرد که به تنهایی قادر نیست به خودی خود حکومت را عقب زند. نشانه های تازه حاکی از این دریافت و تجربه است. آری، بسیاری از مردم معترض دریافتند که تظاهرات خیابانی علارغم فداکاری های بسیار به تنهایی قادر به عقب راندن حکومت نیست. این باید از طریق یک سری اعتصابات عمومی و زنجیری و اعتراضات کارگران و معلمان و پرستاران و بازاریان و همه مردمان ممکن شود. روی آوردن به این حلقه از اقدامات و اعتصابات سراسری، اینک خود را در اعتصاب سراسری کامیونداران و مختل شدن چرخی تولید سوخت در شهرهای کشور، درخواست حمایت و همبستگی اعتصابگران از معلمان و کارگران برای پیوستن آنها، اعتصاب فرااستانی کارگران راهن در 10 شهر، شروع دوباره اعتراض کسبه و مغازداران بحران زده و بسته شدن بخشی از بازارها در بخشی از شهرها،
اعتصاب کارگران کورپسخانه های تبریز، اعتراضات و تظاهرات کشاورزان اصفهانی و تظاهرات گسترده در شهرهای خوزستان و همراهی بسیاری از مردمان با خواست انسانی آنان برای آب و هوای سالم، تنش و اعتراضات آبی همراه با بستن جاده‌ها در چندین شهر و بسیاری از حرکت‌های از این دست نشان می‌دهد. ترس رژیم از همین چشمانداز است که آنان را واداشته است که با دست پاچگی پیش از آن که جنبش اعتراضی فرصت نفس گرفتن و انسجام و قوام یافتگی آنان را پیدا کند، در صدد ایجاد توافق جناح‌های حکومتی، تغییرات در کابینه روحانی، تلاش برای توافق‌های مخفیانه و سری با ترامپ اساساً و خصوصاً در فرصت اعلام آمادگی ترامپ برای ملاقات بی‌قید و شرط با رهبران حکومت اسلامی است. به این لحاظ اعتصاب عمومی آن حلقه گمشده است که جنبش اعتراضی را می‌تواند گامی بزرگ برای برآمد پیروزمند جنبش اعتراضی مردمان ایران به پیش راند. مقدمات این فاز جدید جنبش همکنون با اعتصاب مهم و سراسری کامیونداران و قبل از آن با اعتصابات سراسری معلمان فراهم شده بود. با ورود به فاز اعتصاب عمومی، جنبش کارگری از روی بسیاری از موانع و عقب افتادگی‌هایش به خاطر سال‌های سال سرکوب جهش خواهد کرد. اگر تا همین یکی دو سال پیش مدام و بعضاً از درون خود کارگران هشدار داده می‌شد که ماجرا را سیاسی نکنند، در عوض در فاز اعتصاب عمومی این مرز تصنعی بین خواست‌های اقتصادی و سیاسی بلافاصله از بین خواهد رفت. خصوصاً با سقوط فاحش ارزش ریال و سطح زندگی مردم، نشانه ها حاکی است بدون کنار زدن، بدون سرنگونی و بدون در هم شکستن رژیم اسلامی و نظام سرمایه‌داری، کارگران قادر نخواهند شد زندگی شرافتمندانه و در رفاه و آزادی را تجربه کنند. در فاز اعتصاب عمومی دیگر دلهره‌های رایج از اخراج و زندان می‌ریزد و چون قدرت واقعی کارگران از همان نقطه شکل‌گیری اعتصابات عمومی به خودشان نشان داده می‌شود، هرچند بسیاری از کارگران و مردم همچنان خواهان راه‌های کم هزینه‌ترند، اما واقعیت آن است که اعتصاب رانندگان، سراسری رانندگان و کامیونداران این اعتماد به نفس را به همه جامعه تزریق می کند که می توان به طور مستقل و قاطع و هماهنگ و سراسری اعتصابات سراسری را سازمان داد. با جرقه اعتصابات عمومی و شکل‌گیری کمیته های اعتصاب، جسارت و اعتماد به نفس از دست رفته کارگران که سابقه رقم زدن و شکل دهندگی و شکل دادن انقلاب 57 را دارند، دوباره به آنها باز خواهد گشت. جنبش اعتراضی چنین خودباوری را تنها در جریان یک اعتصاب عمومی و ایجاد تشکل‌های مستقل می‌تواند باز یابد. تا بازیچه و دنبالچه این یا آن اپوزیسیون قلابی و ضد کارگری نشود. از این روز که اعتصاب عمومی گامی اساسی و ضروری به شمار می رود که جنبش را به اندازه چندین سال به جلو خواهد انداخت و راه را برای هدایت آتی این جنبش به سوی انقلاب هموارتر خواهد کرد. برای سازمان دادن این اعتصابات عمومی، برای ادامه داری اعتراضات و تظاهرات های سراسری، ایجاد تشکل های مستقل، ایجاد شوراهای مستقل محلات و محیط زیست، سازماندهی شوراهای اعتراضات و تشکل‌های مخفی و نیمه مخفی از ضروریاتی است که باید فعالان جنبش کارگری و فعالان جنبش‌های اجتماعی همواره در نظر داشته باشند.
با درود و سلام، امروز 10 مرداد ماه یکی از پایانهای مرکزی شهر همدان، اکثر راننده‌های کامیون امروز دست از کار کشیدن در 10 روز اعتصاب و هیچ کدوم حاضر به بارگیری نیستند. درود به همیت، جدیت و قاطعیت در جهت مطالبه گیری حق بیشتر خودشون از امروز 11 مرداد، شیراز، خیابان داریوش.